او درنو لیدونکو لکه څنګه چې وړاندې مو ویل چې په بغلان کې د ماین پاکۍ لس کارکوونکي وژل شوي دي. تازه حال یې راخلو د خپل همکار ذاکر نورینه نوري صاحب ښه راغلاست خپرونې ته. څه کیسه وه چې دغه لس کارکوونکي په بغلان کې وژل شوي دي؟ همکار عزیز سلام بر شما، صحبتان به خیر اصافه بینندگان ارینیز به خیر. شب گذاشته گروهی از افراد مصالح نقاپوش بالای کمپ کارمندان هلوپرست به عموم ماین پاکی در ساحه شیخ جلال بلوسلی بغلان مرکزی حمله کردند که به گفته شاهدان عینی و به گفته باشندگان محل در این رویداد 10 تن کشته شده و 17 تن دیگر از اینا زخم برداشته که زخمی های اینا را هم به بیمارستان بلوسلی بغلان مرکزی و به بیمارستان شهر پلخمری منتقل کردند. اگرچه تا هنوز انگیزه رویداد معلوم نیست و گروه هم مسئولیت از زیر نگرفته، مگر احمد جاوید بشارات سخنگوی پلیس بغلان با پیام گفته که این کار کار طالبا است و در این رویداد 10 تن کشته شده و 14 تن زخمی شده و طالبا هم تا هنوز در این رابطه ابراز نظر نکرده. باشندگان محل میگه که این کار کار گروهی از افراد ناشناخته نقاب‌پوش بوده که پس از حمله تلفن ها و دار نظار از یه افراد را هم با خود برده. نوری صاحب دیو دغه کارکون که چی وجل شوی دی په کم ځای که چی دیو وجل شوی دی، آیا دیو ساتون که نلرل چی دیو نه دفاع کرده وی؟ خب اینا در ساحه شیخ جلال ولسوالی بغلان مرکزی به قتل رسیدن. اینا بیشتر کارشون سیار است و افراد بیطرفی هستن که به خاطر مهار ساختن ساحات از وجود ماین ها کار میکنن و در قسمت تاثیر ساحات و به خطر ساختن ساحات که در ماین هایی که از گذشته های دور در ساحات مختلف بغلان جابجا شدن، اینا کارهایی را کرده بودند در گذشته و از من بخشی از ماموریتشون در ساحه شیخ جلال ولسوالی بغلان مرکزی بود. سازمان یا مؤسسه لوتراست از 10 سال بدین سو در بخش های مختلف بغلان کار میکنه و خاطر تاثیر ساحات کار میکنه و ساعت زیاد را هم از وجود ما اینها پاکسازی کرده. اینها مطمئن هستم که محافظ نداشتند، اما بیطرفی از اینها را در گذشته تمام نهادها تایید کرده بود و به خاطر مسئولیتشان هم تعهدات وجود داشته. سی او خپله د دغه پیښې نه وروسته په سیمه کې اوس څه وضعیت دی؟ د بغلان اوسیدونکي حتما د دې پیښې نه خبر شوي دي. د دې منفي تاثیرات څه کیدای شي د بغلان په امنیتي وضعیت کې؟ ښکارندوی دغه پیښه د دې ښکارندوی کوي چې په بغلان کې امنیتي وضعیت یو څه د خرابېدو له حالت نه هم وتلی دی، که څه هم جنګ جګړې شته پکې، خو دغسې پیښې بیا د بغلان په اوسیدونکو باندې په فکرونو او د ورځنۍ چارو باندې څه منفي اغیز کولی شي؟ بدون شک تاثیر منفی میگذاره. حتی افراد ملکی، افرادی که به خاطر مسئولیت اجتماع کار میکنن و ساحات را از وجود ماین ها پاکسازی میکنن، از وجود ماین های مواد منفجره پاکسازی میکنن، در امن نیستن و شب همگام از طرف افراد مصالح نقاب‌پوش و گلوله بسته میشن. این در بین کاربرای اجتماعی، در بین باشندگان بغلان واکنش هایی را به همراه داشته و فعالان مدنی بغلان از این وضعیت سخت متاثر هستند، اما نگرانی های خود را ابراز کردند. بغلان هم در گذشته وضعیت امنیتی خوبی نداشت. ما شاهد درگیری طالبان در بغلان مرکزی، در برکه، در دانی غوری و سایر نقاط ولایت بودیم که این رویداد دیگه هم از افراد بی طرف قربانی میگیره. نوری صاحب، سیما که با وست اطمان امنیتی زواکونو دغه سیما کلا بنده کړي، امنیت به حتمان ورته نیولی او د څېړنې په برخه کې هغه کوم کسان چې ټپیان دي د هغې وضعیت څه ډول دی؟ وضعیت زخمی ها خوب است، به مراکز صحی رسیدن، تداوی های سراپا برشان صورت گرفته و آنهایی که کس را شکستگی داشتن و ولسوالی به شفخانه حوزوی کندز منتقل شدن.
دغه کسان څنګه ټپیان شوي دي خلکو سره به دا پوښتنه پیدا کېږي چې څه ډول ټپیان شوي دي آیا په دې باندې ډزې شوي دي که څه ډول تاسو د زخمیانو د کسر خبره وکړه چې په وجود کې کسر رامنځته شوی څه ډول دغه پیښه شوې بله بله بالایشان شلیک شده طبیعی است که مرمی که به سوهان ثابت بکنه مشکلات خود را می داشته باشه در تصاویری که برای ما هم رسیده نشان می ده که برای اینا رسیدگی صورت گرفته اینا در ساحه شیخ جلال معمولا در یک کوتل و یا در تپه ها خیمه می زنند و اونجا کارشان را در ساحه انجام می دن اینا در بین قریه نیستند یعنی هدف دا چه حتما دا تیخت پا حال که داغا کسان چه غختل چه تیخت و که زن داغا پیخنه او باسی یا خپل زن و جغوری حتما پا منده که با داغا کسر دا دیو پا وجود که رامنس شوی یا که خپا مات شوی او یا که لسون مات شوی نه خیر بالای تمامشان شلیک شده و اینا چغنگام ماسره شدن و آنان که مرمی ها یا گلوله ها به قسمت های پایشان و استخوانهایشان اصابت کرده مشکلات اتا ناشی از کسر ایجاد شده که در تصاویر دیده میشه که برشان از خدمات صورت گرفته اینا همه در داخل کم بودن که بالایشان حمله صورت گرفته دیر از یعت من نوریس افستاسود تازه معلومات نکور بدن سپاس از شباب از بینندگان آریانه نیست